یک سلام تقدیم میکنیم برای تمام نیروهای امنیتی ما که همیشه در تلاش تامین امنیت هستند، شب روز استراحت ندارند، فقط تا ای که ما آرام باشیم و بتانیم برنامه تقدیمتان بکنیم، ورزشکارای ما برن ورزش بکنن و همسال دیگه کسای دیگه برن درس خدا و تحصیل بکنن. امروز ما بصیر مجاهد دعوت کردیم، رئیس رابط و ارتباطات قوماندانی امنیه کابل اینجا با ما هست. اگر شما هم سوال دارید میتونین که سوالاتتان مطرح بکنین، اما پیش از همه سلام، صبحتان بخیر. خوش آمدید. بسیار تشکر. سلام خدمت شما و سلام خدمت بینندای عزیز شما. انشالله که ما در خدمتتان هستم و سوالاتی که داشتین جواب خواهد. زنده باشین، سلامت باشین. لطف کردین که تشریف آوردین. خیلی از هموطنان ما قبل از رسیدن عید تشویش بسیار زیاد داشتن در قسمت مشکلات امنیتی و اینکه عید چطور خاطر سپری کردن. خوشبختانه که نسبت به هر عید دیگه عید با آرامش نسبتاً بیشتری سپری شد و مردم ما قدردان هستن از نیروهای امنیتی. بسیار تشکر. جا داره که به نمایندگی از منصوبین پلیس کابل از تمامی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که در گوشه و کنار افغانستان تامین امنیت کردند، بخصوص منصوبین پلیس کابل که واقعا در یک مسئله بسیار خوب با سایر ارگانهای امنیتی که مسئولیت تامین امنیت شهر کابل را بر دوش دارند تامین امنیت کردن. ما پیش از این برنامه‌های خود قسم تنظیم کردیم، پلان ساخته شد، پلان منظوری گرفته شد و خصوصا ساعاتی که آسیب پذیر بود او ساعت پشت کشفی و امنیتی قرار گرفت و همزمان ما به یک تصفیه و تلاشی جدی در اطراف کابل پرداختیم که نتیجه بسیار خوب داد و تقریبا دستاوردهای خوبی هم داشتیم. همین باعث شد که نیروهای امنیتی منصوبین پلیس کابل توانستن درست تامین امنیت بکنن تا مردم ما در یک فضای امن عید خود سپری بکنن. بله جناب مجاهد صاحب، همه به تلاش آرامش هستیم. نیروهای امنیتی ما تلاش میکنند تا آرامش ایجاد بکنند بین مردم و همچنان افراد عادی این شهر. چطور میتونن که با نیروهای امنیتی ما همکار خوب شویم و یک آرامش داشته باشیم؟ ایمرجان داری شکی نیست که مردم ما واقعا نظر به گذشته ها زیاد همکار هستند با نیروهای امنیتیشان. ما تجربه کردیم در روزهای عید. پیش از این ما اطلاعاتی که بر مردم رساندیم همین که از طریق شماره 100 پلیس کابل و شماره 119 وزارت محترم امور داخله، اینا را ما از طریق اطلاعات از طریق صفحات اجتماعی یا از طریق رسانه‌ها از آن مردم رساندیم و همزمان شماره 0202100400 که شماره دفتر سکرتریت قوماندانی زون است، اینا به آن مردم رساندیم و یک مقدار مردم ما بسیار جدی همکاری کردند. مثلا اینجاست که خیلی از هموطنان ما در همین روزهای عادی و معمولی هم تشویشی دارن از اینکه وقتی میخوان از یک مسیر به یک جای دیگه، از یک نقطه به یک نقطه دیگه برن، خیلی از کسا هستن که مزاحمت ایجاد میکنن با اینکه با یک موتورسایکل میان، بایک یک خانم ازشان میگیرن و یا اینکه تلفن یک نفر دزدیده میشه و حتی گاهی اوقات کسی به زور در یک موتر شانده میشه و در مسیر راه مزاحمت های مختلفی بر یک خانم و آقا ایجاد میشه. در این زمینه کارهایی که صورت گرفته. بسیار تشکر. در شکی نیست که ما در جامعه زندگی میکنیم که طبعا آری از مشکلات نیستم، ما این مشکلات داریم و خوشبختانه قسمی که شما هم در جریان هستین و ما از طریق رسانه‌های همگانی و از آن مردم هم رساندیم. یک روز قبل از این ما یک کنفرانس مطبوعاتی داشتیم با تمام رسانه‌ها که در حدود 325 نفر مظنونین در ارتکاب به جرایم مختلف پلیس کابل گرفتار کرده بود و به کاتگوری‌های مختلف به مردم نشان دادیم. ما که در میان اینا اختطافگرا بودن، سارقین وسایط بودن، همین کسایی که شما میگن قتال طریقای اینا بودن، حتی تروریستا بودن، اینا را ما گرفتار کردیم به آن مردم رساندیم. یک گروه بسیار حرفه‌ای که از چند بیسو در همه شهر کابل بخصوص در مربوطات ناحیه چهارم، ناحیه دهم و هفتم، 11 اینا دست به سرقت‌های چپاولگری می‌زدن. این افراد در وسایطشون بالا می‌کردن و بعد از این پول و اجناس و همه چیزش گرفتن، لطکوب کرده پایین می‌انداختن. برشان داده بله. خوشبختانه این گروه اوزه 4 امنیتی ما گرفتار کردن. یک راد واسطه نو کورلای 90 بود، نقره‌ای که فعلا در اوزه توقف داده شده واسطشان و قضیشان به سامانه محترم رفته. به همین شکل ما دستاوردهای خوبی داشتیم. یعنی یک هفته قبل از این ما از گذاشتن ماین‌های چسبکی زیاد مشکل داشتیم در کابل. خوشبختانه عملیاتایی که صورت گرفت ما تعداد تقریبا 7 نفر تو راسته، یعنی یک گروپ دو نفری را از سایه حوزه 15 امنیتی بالفعل با دو ماین چسبکی گرفتار کردیم. یک روز بعدش گروپ دیگه دو نفری را از سایه حوزه 10 امنیتی بالفعل با یک ماین چسبکی گرفتار کردیم و دو روز قبل از این 27 کیلو مواد انفجاری که از طریق شهرهای سروبی به طرف کابل سیار بودن، یعنی می‌خواستند داخل کابل کنند، در مسیر شهرها او گرفتار شد. همزمان دمیه که دروزی که بعید نزدیک بود دشمن می‌خواست بالای یک از پست‌های ما حمله انجام بده در مربوطات ولسوالی پاگمان در ارغنده. خوشبختانه جواب دندان شکن برشان داده شد، یک نفرشان عملاً با سلاحشان گرفتار شدند که فعلا در توقیف هستند. ما دستاوردهای خوبی دست پلیس کابل داشت و خوشبختانه مردم هم قسمی که من قبلا گفتم در این مورد زیاد همکار بودن با پلیسشان و همی بود که شما دیدین که واقعا ما زیاد تشویش داشتیم و در این شکی نیست که دشمنای مردم افغانستان ارانگاه در تلاش هستند تا دهشت خلق بکنند، تا از هان مردم مغشوش بسازند، تلاش میکنند اونا هم، مگر ما هم آمادگی های برشان داشتیم و خوشبختانه روزایی در شما دیدین با وجودی که ما بسیار تهدیدات موجود بود، اطلاعات بود، اما پلیس کابل در یک مساعی مشترک با سایر ارگان‌های امنیتی توانستند تامین امنیت بکنن و آیستا آیستا در آستانه هفته شهید هستیم که ما هم پلانای بریم اتخاذ شده و ساعتی که باید تحت پوشش باشه همش تحت پوشش است. انشالله که تاییدم موفق هستیم و در کل همکاری مردم میتونه رول بسیار مهمه در این عرصه ایفا. انشالله امیدوار هستم که مردم با نیروهای امنیتی خود با این شهر بچه های ما همکار باشند. جناب مجاهد عزیز، برمیگردیم به سایه سبز. نگرانی شهروندان کابل از این هست که در بعضی نقاط کابل در مرکز دروازه‌ها نفت شده. شاید هم که اگر در امی منطقه محدوده ای که ما زندگی میکنیم و به گفته بعضیا سایه سبز است، اینجا اگر یک آتش سوزی صورت بگیره و شاید هم که نیاز باشه به اطفایه و امثال چیزهای دیگه، حتی از اینا عبور کردن نمیتونن. این نگرانی چه خواهد شد؟ آیا کدام رای برش سنجیده شده؟ خیر، سایه سبز برای نیروهای امنیتی تمام افغانستان سایه سبز است، بخصوص بر ما کسانی که مسئولیت تامین امنیت شهر کابل داریم. تمام کابل بر ما سایه سبز است. فقط طبق همون پلانی که ساخته شد، پلان امنیتی و اصلاحی پلیس کابل که از جانب وزارت محترم امور داخله منظور شد، بالاخره تایید ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان گرفت. ما در آغازین گام یعنی فوکس خود بالای ساحات دیپلماتیک کردیم. یعنی این طرح در سه قسمت اولش مثلا کوتاه مدت ای شد، میان مدت اطراف عوضات مختلف و دراز مدت اولسوالی های کابل تحت پوشش امنیتی میه. در رابطه به موانع های ارتفاعی یا موانعی که تازه ایجاد شده، در روزهای اول ما یک مقدار مشکلات داشتیم، اما بعد از اینکه مرور شد ساحاتی که اشد ضرورت بود که باید وسایط اطفایه، وسایط سپتیک و غیره از او ساحات عبور بکنه، او ساحات ما موانع های متحرک برش ساختیم، یعنی در انگام ضرورت موانع بلند میشه، پیرهدار اوجه است، وسایط عبور میکنه در انگام ضرورت. در کل 26 چک پوینتی که تازه ایجاد در اطراف امی ساحه دیپلماتیک، این چک پوینت ها تقویه شد، یعنی تعداد افراد زیاد شد، طبقه اوناس پلیس جابجا شد، نیروهای کشفی و استخباراتی جابجا شدند و تا ما خوشبختانه حال از گروپ های کیناین یا سگ های تعلیمی در هر چک پوینت استفاده میکنیم. مثلا اسکنرهای سیار که وسایط خرد کوچک و کلان همه را چک بکنن، از اینا استفاده میشه. این طرح به شکل اساسیش ان شاءالله که طبق همون پلانی که ساخته شده در سطح کابل اجرا میشه. جناب مجاهد صاحب، آیا ساخت ساز هم به خاطر رفتارها همکاری خود صورت گرفت؟ رهبری قوماندانی امنیه برنامه‌ای داره که بعضی شهروندای ما نگرانیشان از این هست که برخورد نادرست پلیس زمانی که موتر توقف صورت میگیره برخورد خوب با بعضی از شهروندای ما نمیکنه، باید همون اصول رفتاری که یک پلیس داشته باشه یک تعدادشان ندارن. آیا سر زیان در این شک نیست؟ بفرمایید. من گپای ملجان تکمیل کنم. تا جایی گفته شده که برخوردها دوبینه است، به نحوی که موتر یک فرد دیده میشه و برخورد مطابق با موتر او فرد است که مدل او موتر چگونه هست، موتر متعلق به کی هست و اگر یک تاکسیوان باشه باز با او یک برخورد بسیار نادرست صورت میگیره. خب در این شک نیست که پلیس ملی افغانستان همشان تعلیم دیده هستند و فوکس مرکز اصلی و قوماندانی زون یکصدک آسمایی کابل واقعا بالای تعلیم و تربیه هست. ما عملا قطعات تعداد از قطعات ما مصروف تعلیم تربیه هستند، خصوصا طرح امنیتی که ایجاد شده. ما سه کاتگوری ساختیم، یک کندک مثلا اگر در ساحه است، یک کندک در تعلیمات است و کندک دیگه استندبای در خود قطعه است که اگر ضرورت میشه از اونا استفاده شود. بین ایرا بپذیریم ما شاید یک مقدار مشکل در پلیس داشته باشیم یا در نیروی امنیتی خود، اما ما نباید در آینه یک نفر تمام نیروی امنیتی یا پلیس ببینیم، چرا که ما کسایی داریم در پلیس ما که واقعا بسیار دلسوزانه به کشورشان کار میکنن و فرزندان اصیل امی سرزمین هستند، همیشه در خدمت مردم بودن و هستند. خب گاه ناگاه اگر چنین واقعات رخ میده ما به او پرداختیم و اگر از جانب پلیس واقعا چنین شده باشه، حتی مطابق قانون به پلیس برخورد شده و شما شاهد هستین که از طریق رسانه‌ها حتی ما به اذهان مردم رساندیم. خب از مشکلات خود داره میره میپذیریم، اما در حدی نیست که ما بسیار تشویش داشته باشیم از اون ناحیه. انشالله که در آینده او هم اصلاحات شد. خیلی هم سپاسگزار هستیم. بصیر مجاهد، سلامت باشید. لطف کردین، تشریف آوردین. خب بازم تاکید میکنیم و دوستای ما کسایی که برنامه را تماشا میکنین میتونین که برین امروز فوتبالن از نزدیک تماشا کنین. و یک موضوع دیگه که ما امروز شش خوششانسی که دیروز تماس گرفتیم همراهشان دعوت کردیم، کسانی که به سوال هفته پیام گذاشته بودن و برنده جوایز مختلف شدن دعوتشان کردیم و جایزه هاشون را تقدیمشان خواد کردیم. حال وقفه میگیریم.